سلام عزیزان، با یک رازگاهان دیگه در خدمتتون هستم. امروز از دکتر دیوید جرمایا در مورد ترس باهاتون صحبت میکنم. این البته مطلبی هست که در زندگی من هم وجود داشت و در مورد ترس از بیماری هستش و امروز واقعا فکر میکردم که خیلی ها الان از بیماری میترسن، مخصوصا وقتی که یک بیماری ناشناخته دوروبر ماست که ما نمیبینیم، یک دشمن نادیده هستش و همه از این میترسن که نکنه مبتلا بشن و کم کم این ترس در زندگی ما رخنه میکنه و واقعا باید بهش فکر کنیم، چون ترس از بیماری بعضی وقتا بدتر از خود بیماریه. من خودم اینو تجربه کردم. وقتی که بیماری به سراغ من اومد، دیدم که اون ترسی که قبلش داشتم و سالها، شاید 40 سال باهاش سر و کله می زدم، وقتی که با خود بیماری روبرو شدم به این اندازه ترسناک نبود و ترس از قلب من دور شد. چقدر عالی. از دکتر جرمایا در مورد ترس از بیماری من فقط چند جمله رو انتخاب کردم و در مورد هر یک از اونها صحبت می کنم در زندگی خودم. آیه ای که ایشون نوشتن اول در دوم تیموتائوس 1:7 پیدا میشه که میگه خدا روح جبن را به ما نداده است، یعنی روح ترس رو به ما نداده، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. ما باید فکرمون رو کنترل کنیم و من این رو کنترل نمی کردم سالهای سال و اجازه می دادم ترس از بیماری، از اینکه به گذشته خودم نگاه کنم، به تاریخچه خانوادم نگاه کنم، ببینم کی چه مریضی گرفته، نکنه اون بیاد برای من هم این خودش زندگی من رو فلج می کرد. ولی خدا رو شکر که خداوند با قلب من حرف زد و موقعی که من خودم بیمار شدم، دیدم که اینقدر که فکر می کردم ترسناک نبود. باید موقعی که فکر میاد به سراغ ما، اون رو کنترل کنیم، اون رو از خودمون دور کنیم. بعضی وقتا خودمون نمیتونیم دور کنیم، کار خداست، باید کمک بخوایم. و الان من میبینم که خداوند میاد و افکار منو دور میکنه ازش. من هیچ وقت در زندگی خودم اینقدر شاد نبودم، چون که احساس میکنم خداوند در زندگی من کار میکنه، میاد وارد فکرهای من میشه و پراکنده میکنه اون فکرهای منفی رو، به جاش میاره فکرهای خوب رو میذاره. روزهایی که من خودم با مرگ دست و پنجه نرم میکردم و تنها بودم و فکر دیگه ای نداشتم غیر از بیماری، خداوند میامد و فکر خودش رو در ذهن من میذاشت، یعنی به عیسی مسیح فکر میکردم، به جنبه های مختلف عیسی مسیح، به وجود او، به محبت او، به رحمت او، به شفای او. نه اینکه برای من کاری انجام بده، نه، فقط به خاطر اینکه در اون لحظه ها میخواستم به خودم فکر نکنم و این رو تمرین کردم و یاد گرفتم و امروز هم همینطور، هر موقعی که ترس از بیماری به سراغ من میاد، زود به فکر عیسی مسیح میفتم، به او فکر میکنم، خداوند میاد و وارد زندگی من میشه. این عکس زیبایی رو که اینجا براتون گذاشتم، الان مسیح همیشه در زندگی من، اونه که با من قهوه میخوره، اونه که با من چای میخوره، وقتامو با اون سهیم میشم و ترسهای من اون پراکنده و نابود میکنه. همیشه خداوند میخواد که ما برکات خودمون رو بشماریم، همونطور که دکتر جرمایا هم میگه برکات خودت رو بشمار، برای چه مبارک هستی. وقتی که مریض هستیم، لبخند یه دکتر، تولد یه نوه، زحمت پرستارها، دعاهای برادرها و خواهران، ما باید قدردانی کنیم، به اون فکر کنیم. خدا این برکات رو به ما داده، خدا رو شکر. چیزهای خوب زیاد هستن در زندگی حتی کسی که بیمار هستش. در افسوسیان 2:10 میگه که برای خدا خدمت و کار کن. پس فکرمون رو باید کنترل کنیم، برکاتمون رو بشماریم و برای خداوند خدمت و کار کنیم. وقتی که میخونیم، برای خداوند میخونیم کتابهای روحانی، وقتی که تحقیق میکنیم در کلام خدا، وقتی که دعا میکنیم، این خودش ما رو تغییر میده، ما رو شاد میکنه. چهارمی اینه که وعده های خدا رو اعلام کنیم و مدعی اونا باشیم و بگیم اینا برای ماست.
در یوحنا 11:4 میگه که بیماری ما هرگز با مرگ تمام نمیشه. شاید شامل مرگ باشه ولی مرگ پایان اون نیست. ما دکتری داریم که قبرش خالیه، ملکوتی داریم که درش بازه مثل در قبر و نجات دهنده‌ای داریم که دستاش همیشه به سوی ما بازه. خدا رو شکر کنیم و همین چیزها باعث میشه ترس رو از زندگی خودمون دور کنیم، نگرانی رو از زندگی خودمون دور کنیم، بگیم دور شو، تو هیچ جایی در زندگی ما نداری، به خاطر اینکه ما همراه هستیم همیشه با عیسی مسیح. خداوند تو رو شکر میکنم برای کلام تو، برای زندگی ایمانداران، برای زندگی خودمون. خداوند که هر روزش درسه، هر روزش چیزهایی که یاد میگیریم خداوند، و میفهمیم که تو زنده هستی، تو خداوند هستی، تو در زندگی ما عمل میکنی. شکرت میکنیم، تو رو میپرستم و شاد هستم که تو رو دارم، و همه عزیزانم که همراه من هستن در این لحظه براشون دعا میکنم شادی الهی خودت رو در قلبهای اونها بگذار، ترس رو از دل اونها دور کن، تو رو خداوند عیسی مسیح زنده رو زنده در زندگیشون لمس کنند و ببینند و بشنوند و باهاش زندگی کنند. به نام مسیح، آمین.